با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام. سلام، بفرمایید. سلام آقا دکتر، امیدوارم که امروز خوب باشین. من میخواستم صحبت کنم در مورد پدر پسرم. من میتونم خواهش کنم رو بلنگو هستی، تو اتومبیل هستی، چیه صداتون؟ این بهتر شد؟ خیلی بهتر شد. از کجا تلفن میکنین شما؟ من دارم از سیاتل تلفن میکنم. اوکی عزیز، خب داستان چیه؟ من یه 5-6 سالی با پدر پسرم بودم و نامزاد بودیم، هیچ وقت به ازدواج نرسیدم. نه نه صبر کنید، من نفهمیدم. نه 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 صبر کنید آخه، اینکه برای شما همه چی روشنه. شما درباره یک کسی حرف میزنید باش ازدواج کردید؟ ببخشید یه بار دیگه. شما با کسی ازدواج کردید؟ نه. پس داستان پدر پسرم یعنی چی؟ باهاش 5 سال نامزاد بودم اما هیچ وقت به ازدواج نذاشتم برسه. ولی تو این مدتی که باهاش بودم متاسفانه حامل شدم. نه متاسفانه، چون که خیلی من کاری به متاسفانش ندارم. آخه چه فرقی میکنه که آدم ازدواج بکنه یا نکنه که بچه باشه؟ که فکر کنید مثلا ازدواج نکردن تون یه تصمیم درستی بوده یا غلطی بوده، چه فرقی میکنه؟ آره الان خیلی باش مشکلات زیاد. شما میشه من بفرمایید شما چند سالتونه؟ من الان 30 سالمه. و این آقا چند سالشونه؟ اونم 30 سالشه. اونم 30؟ بله، دوتامون 30 سالمونه. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ آمریکایی هست. اوکی. و شما چه مدتی از امریکا هستی؟ من از بچگی یه آمریکا بودم، یه 22 سالیه الان، از 8 سالگی اومدم آمریکا. خب چی خوندی، چه میکنی؟ چی خوندید و کارتون چیه؟ الو؟ الو صدا میاد؟ نیمت برای یه مدت، من نمیدم شما چه میکنید. عرض کردم شما چی خوندید، چه میکنید؟ آره من سوسیالوجی خوندم و الان توی مدرسه کار میکنم. این آقای امریکایی چی خوندن، چه میکنن؟ اینشون فقط تا های سکول خونده و بعد از های سکول هم شروع میکنه برای قطار ریل رود بی ان اس اف کار میکنه. اوکی بسیار. خب شما 5 سال با هم دوست بودید و نتیجه این دوستی فرزند. الان پسرتون چند سالشه؟ پسر من الان 4 سالشه. خب با شما زندگی میکنه؟ آره دوتامون آفنان بیشتر با من هست، ولی هر every other weekend میره خونه باباش و سه شنبه و پنج شنبه بعد از سر کار یه چند ساعت برش میداره و برش میگردونه خونه برای خواب. اوکی. این قرار رو خودتون گذاشتی چون قرار خوبیه یا به هر حال دادگاه رفتید اگر اصلا رفتید یا بر حکم دادگاه پشتشید؟ از اول خودمون با همدیگه انتخاب کردیم که تا اونجا که بتونیم دادگاه رو از توی بینمون بیرون بذاریم و با خودمون را بریم. اوکی این تیکش که خوب. از نظر مالی چه کمکی به شما میکنه که بیشتر اوقات رو داریم؟ روی چایلد سپورت نذاشتمش اما تقریبا یه 400 دلاری هر ماه به من میده کمک. اوکی بسیار خوب. خب الان مشکلتون با ایشون چیه؟ مشکلم از کجا شروع کنم؟ در کل مشکلم اینه که خیلی سریع عصبانی میشه و خیلی خیلی بد حرف بد صحبت بد اخلاق. خیلی زود خود دفاعی میخواد بکنه به جایی که یه لحظه گوش بده به موضوع. الان دو تا مشکلی که خیلی بزرگ دارم باهاش اینه که الان یک سالیه که با کسی نیست. از موقع 3 ساله که تقریبا که جدا شدیم از هم و 1 ساله که با هیچ کس نیست و داشت به هم میگفت که از 12 سالگی که شروع کرده دیتینگ تا الان هیچ وقت انقدر نبوده که با کسی رابطه نداشته باشه
و الان که با هیچ کس نیست خیلی خیلی یه جورایی انگار اتچ شده به پسرمون، که هم خوبه هم بده، به خاطری که خوبیاش که خب معلومه پدرشه و واقعا پدر خوبی هست، اما خیلی رگولیشن نداره، کاملا دیزنی لند داد هست، هرچی پسرمون بخواد میگیره، هرچی بخواد میده بهش، روتین اصلا هر روتینی که من درست میکنم خراب میکنه. مثلا من دوست دارم سعی میکنم 8:30 بره بخواب به پسرمون، اون میگه من مثل بره هر چیز آدم ها میگن گوش میدم، بهش میگم نه ساینس سپورت میکنه که بهتر بچه ها بین 8 تا 12 بهترین موقع های خواب برای مغزشون، اما اون میگه من مثل بره گوش میدم به همه و چیزا اینجوری. البته همچی چیزی رو ساینس که بین 8 تا 12 بچه باید بخوابه رو نداریم، ولی حالا کاری ندارم به اون. خب به هر حال اختلاف دارید عزیزم، وقتی شما دوتا آخه شما میگید رولز و رگولیشن ها رو رعایت نمیکنه، حرفتون هم درست، ولی شما هم نکردید. یه دختر ایرانی اومدید با یه مرد امریکایی بدون که ازدواج کنید، صاحب فرزند شدید، بعد جدا شدید، بعد حالا انتظار دارید که او مطابق آنچه که خوب و درسته یا نظر شما عمل کنه. چرا؟ خب معلومه نمیکنه. ازدواج کردم این بود که همیشه از عصبانیتش میترسیدم، ولی یه جورایی عزیزم این که استدلال که نیست، ولی من برگردم بگم من با این آدم ازدواج نکردم از عصبانیتش میترسیدم، ولی اومدم پدر بچه‌م کردم. آره خب دیگه دیوانگی چه خودم نداره. خب اونو میدونم. حالا به هر حال نمیخوام، حالا شما چرا اینقدر حساسی؟ چون همینی که دارید عزیز. آخه یکم حساس شدم به خاطری که برای پسرمون یه آیپد گرفته و روی این آیپد خیلی گیمای مورد سنش میذاره بازی کنه، مثلا کال آف دیوتی پسرم بازی میکنه از 4 سالگی، به نظر من خیلی جوانه برای بازی های اینجوری. و متاسفانه نمیدونم، ولی میتونم بفهممتون عزیز من. شما که با این آدم نمیتونید به توافق برسید. شما یه دختری هستید با یه ویژگی های یه مردی است با مشخصات خاصی، به من میفرمایید که با هم اختلاف نظر درباره پرورش و تعلیم تربیت بچه داریم، حتما دارید با توجه به توضیحاتی که دادید. حالا که بیشتره، شما فقط میتونید نظرتون بگید، امیدوار باشید برخی از چیزایی که مهمه رو او بپذیره، ولی بیش از این کاری نمیتونید بکنید. دعوای شما هم مسائل مشکلات شما رو و اینکه نسبت به هم کر بشید و نشنوید رو بیشتر میکنه، به بچه هم آسیب بیشتری میزنه. حتی میدونید من یه حرفی رو زدم، لطفا اینو بشنوید. من گفتم اگر حالا زن و شوهر یا شرایط شما یه کسی کار بد و غلط میکنه و شما زورتون نمیرسه که او رو درستش کنید، شما مثل اون بد عمل کنید، چون بچه از اینکه بد آموزی کنه اونقدر آسیب نمینه که اختلاف پدر و مادر و در وسط اون قرار بگیره. همه این درباره موارد جزئی اهمیتی ندید. بعدم به من میفرمایید بهتر بچه ها یه نظم و ترتیبی داشته باشن، نظم حتما، ولی یه باید و نبایدهایی باشه، بله، ولی به اندازه کافی هم قابلیت انعطاف داشته باشید. بعدم خب بسیاری از اوقات این اشکالات اختلافات بین زن و شوهر هست یا بین واقعیت ها هست، همینو قبولش کنید. پس بذارم همین جوری جلو بره؟ کاری نمیشه لوگه نزدم. اگر با آرامش و توضیح و فرستادن مثلا یک کلیپی که نشون میده درستش کدامه برش بیارسی بگیر، خواهش کنم فقط بهش توجه کن، اگه خواستی دمال کنی نخواستی نکن. شما از این طریق میتونید او رو 10%، 20%، 30% به خودتون نزدیکتر کنید، دوام را نندازید، مفید واقع بشه. ولی اگر به جنگش برید که حتما بازنده اید، یعنی بچه بازنده است، فصل شما دوتا له میشه. الان میگه که دوست داره که پنجشنبه و سه‌شنبه عصرها که باهاش هست شب اونجا بخوابه، و من الان با این یکم مشکل دارم به خاطری که شبا معمولا شبا عصرها که برمیگرده، مثلا دیشب پسرمون که برگشته بود خونه نه مسواک زده بود، نه بحث کرده بود، نه لباس خواب برش بود، ساعت 10 شب بوده بوده. آخه ببینید عزیزم، نه آخه دیر وقت که درست نیست، خب بذارم جو بخوابه عزیز من. شما من میگید مسواک نزدن و نمیدونم حمام نرفتن و اینا بده، میگم بله برای بچه، ولی نه اینقدر بد که اختلاف باشه.
اینکه شما همدیگر رو هول بدید اینه که بچه تموم نره مسواک نزنه، ولی وقتی دعوا میکنید چاقو به هم دیگه زدید، برای بچه زدید، ول کنید شما. شو عزیز من، مسئولیت در صبر کنید، مسئولیت این انتخاب شمایی. رفتید یه مردی رو پیدا کردید که ازدواج کرده نکرده مهم نیست، آوردید پدر بچه‌تون کردید با شما اینقدر متفاوته، حالا میخواید چیکارش کنید؟ درستش نمیتونید بکنید. من دارم به تو میگم اگر باش کنار بیاید، امیدی که 20% به سمت شما بیاد هست، ولی اگر بجنگید 20% هم از اون ور میره. نکنید جنگ رو متوقف کنید. پسرمون مدرسه داره، پس فکر میکنین بذارم بره خونه شب بخوابه؟ بهترین کار اینه که بچه ها وقتی میرن مدرسه و مهد میرن از یه جا برن و بیان. شما اصلا تمام شنبه شنبه ها تحویلش بدید یا جمعه بعد از ظهر ببرتش، یا حتی وسط هفته میخواد بیاد ببینه ببینه، ولی شب یه جا باشه. بهتره بچه صبح دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه. خیلی خب بهش بگید این برای بچه بهتره، تو هم بیام رضایت بده. برای اون بچه رو میخواد برای چی وسط هفته بره؟ برای به مجردی که به سب کنید، به مجردی که رابطه پیدا کنه اونم میره دنبال کارش. خب مشکل اینجا که نمیره رابطه پیدا کنه، میخواد برگرده با من و منم اصلا دوستش ندارم دیگه. حالا نه، شما اگر مطمئن بشه از شما قطع امید کنی میره سراغ دیگران، و هیچ مردی نیست حتی چه ایرانی که خیلی بیشتر، امریکایی کمتر، یه 5-6 ماهی برای دعوا و اثبات مردانگی و پدری و ایناشون سر بچه ها چونه میزنن که میخوان بچه ها داشت باشن، بعد از این مدتی ویل میکنن میرن. من تو کار تراپی با 1000 تا مرد روبرو شدم که جنگیدن برای که وقت بیشتری با بچه هاشون بگذرونن. 990 تاشون 2 سال بعد فقط وقتی که مادر اصرار میکرده و بچه میخواسته بچه رو خواستن. بی خودی فکر نکنید این کار ابدی و همیشگیه، مدتی دیگه میبینید اصلا رنگش هم نمیبینید. این آقایی که شما برای من توصیف میکنید باش کنار بیاد، دعوا را نندازید. درست میگین شما. سعی خیلی سعی میکنم، خیلی کوتاه. سعی نکنید. Trying is lying. Do it. همون کارو بکنید. سعی کردن یعنی چی؟ دعوا نکنید، ولش کنید. بگی من دلم میخواد اگر میخوای مسواکشو بزنه، نمیخوایم نزنه. اون موقع میگه بره بزنه. در حال ببخشید. اگه حرف دیگری داری چیز دیگری هست. یه سوال دیگه داشتم در نظر این گیمایی که بازی میکنه، فکر میکنید کاریش نمیتونید بکنید عزیز من؟ اوکی. بچه ها وقتی به این گیما نزدیک شدن و عادت کردن، اینا رو میلیون ها دلار پول میدن به یه متخصص که چگونه میشه آدم ها رو معتاد به اینا کرد. شما نمیتونید به جنگ گیم برید، بچه ای که پدر و مادر از هم جدان و بچه ها فرصت تنهایی پیدا میکنن. ول کنید، شده دست گروه در آغاز انجام دادید. آخه من یکم از این ناراحتم به خاطر که الان یه جور شده که پسرم دیگه نمیخواد خونه من باشه به خاطر که من گیم نمیذارم. خب اشتباه میکنید. فقط میخوام برم خونه شما بابا. شما دارید او رو از دست میدید به خاطر گیم. به من میگید گیما و عادت و اعتیادش بده، میگم حتما، ولی نه به قیمتی که شما رو نبینه. نکنید عزیز. پس بذارم اینقدر... خونه منم یه عزیز دل کنه. یک جمله رو میگم و بعد میریم، من باید باشیرم دیگه سوال. عزیز من، شما همه قواعد درسته ارتباط و ازدواج و پدری و مادری رو شکستید، حالا اومدید چسبیدید سر گیم و مسواک کردن. شما اون زمانی که میخواستن پای بچهتون رو ببرن گفتید نه اشکال نداره ما اینجوری زندگی میکنیم، حالا اومدید میگه نمیدونم چرا کفشش رنگش خوب نیست. ول کنید عزیز، نجنگید با این مرد، بچهتون از دست میدید، بچهتون هم آسیب میزنید. باش کنار بیایید، دوستانه مهربانانه امیدی هست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.